درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 28 از ماه نوامبر. در روزهای دوشنبه همونطور که مطلع هستید به مدت یک ساعت و نیم خدمت شما بزرگواران هستم. خب معمولا ما قطعاتی از سعدی خدمتون تقدیم میکنیم. امروز یک شعر اضافی هم داریم از فریدون مشیری، دوست گرامی آقای دکتر طبرستانی فرستادن و خواستن که ما این شعر رو بخوانیم. اجازه فرمایید غزلی از سعدی خدمتتون تقدیم کنم. میفرماید: دوست میدارم من این نالیدن جانسوز را، تا به هر نوعی که باشد بگذرانم روز را. شب همه شب انتظار صبح روی می رود، کین سباحت نیست این صبح جهان امروز را. و اگر من باز بینم چهر مهرفزای او، تا قیامت شکر گویم طالع فیروز را. کام جویان را ز ناکامی چشیدن چاره نیست، بر زمستان صبر باید طالب نوروز را. عاقلان خوشه چین از سر لیلی غافلند، این کرامت نیست جز مجنون خرمنسوز را. عاشقان دین و دنیا باز را خاصیتی است، نباشد زاهدان مال و جاهندوز را. این آخونده همواره دوز بودن، عاشق مال. دنیا دوسترین آدم ها این ملا بودن. رئیس کل ملایان که حضرت امام جعفر صادق باشد مالندوز بوده، حضرت امام حسن بسیار ثروتمند بوده. همین لباس های خز و عرض میکنم که آلات زرین و اینها آویزون میکردن. شما گمان نکنید که اینها زاهدانه میزیستن. زاهدانه عمر میزیست، زاهدانه علی میزیست، اینا که آدم های نخستین بودن. بعد که دیگه انبارها پر شد، اموال غارتی و دزدی ایرانیان و مصریان و اینها، دیگه پشت کردن به اون زهد. چه زهدی؟ بله، سعدی اشاره میکنه به اینها: عاشقان دین و دنیا باز را خاصیتیست، کن نباشد زاهدان مال و جاهندوز را. دیگری را در کمند آور که ما خود بنده ایم، ریسمان در پای حاجت نیست دست آموز را. سعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیست، در میان این و آن فرصت شما امروز را. به به، از اون غزل های ناب. خب این شعر فریدون مشیری بگم که یک شاعر معتدل سلیم و نفسی بود، با شعری روان و طبعی لطیف، و در روزگار نوجوانی ما این شعرها بسیار بودند. گروهی یک سره کشیده بودند به سمت شیوه مثلا نیمایی، گروهی هم به شدت با اینها جنگ میکردند. مثل دکتر حمیده مرحوم، این کتک میزد میگفتن، بودن هر جا میدید نوسرا حمله میکرد. بله، یک گروه هم در این میانه بودن، معتدل بودن، مثل نادر نادرپور، مثل فریدون مشیری، مثل فریدون توللی، شاعرای بسیار خوب بودن. بله، فریدون مشیری کاملا معتدل بود، کاملا شعرش لطیف بود و بسیار بسیار انسان بزرگواری بود. است این مرد به قول عربا رحمت الله علیه. حالا این شعرشو من میخونم، مضمونی پرداخته که انسان با یک گرگ به دنیا میاد و این گرگ اون رو همراهی میکنه. به هر صورت یک مضمونی است. میگوید: گفت دانایی که گرگی خیره سر،
دیدم بعضی جاها توی چاپ های غلط چیره سر نوشته. ما چیره سر نداریم در ادبیات فارسی، خیره سره نه چیره سر. گفت دانایی که گرگی خیره سر هست پنهان در نهاد هر بشر. هر که گرگش را در اندازد به خاک، رفته رفته می شود انسان پاک. اون که با گرگش مدارا می کند، خلق و خوی گرگ پیدا می کند. در زبانی جان گرگت را بگیر، وا اگر این گرگ گردد با تو پیر. روز پیری گر که باشی همچه شیر، ناتوانی در مصاف گرگ پیر. مردمان گر یکدیگر را می‌درند، گرگ‌هاشان رهنما و رهبرند. وان ستمکاران که با هم محرمند، گرگ‌هاشان آشنایان همند. گرگ‌ها همراه و انسان‌ها غریب، با که باید گفت این حال عجیب. این هم شعریست از فریدون مشیری، هدیه دوست گرامی آقای دکتر طبرستانی. خب از اخبار مهم جهان، مرگ آقای فیدل کاستروست. کاسترو هر سبت که یک مردی بود انقلابی، تحصیلاتی کرده بود و بعد بر اثر فعالیت‌های سیاسیش تبعیدش کردن به مکزیک. این مرد به پا خواست با یک معدود آدم فداکار، مرد مردانه، با یک کشتی حرکت کردن به سمت کوبا. کوبا در واقع روسپیخانه آمریکایی‌ها شده بود در زمان باتیستا که این مردک اونجا، یعنی این آمریکای جنوبی همه دیکتاتوراش مید این یو اس ای بودن. CIA تعلیم و تربیتشون میکرد و بعد میفرستاد در مثلا شیلی، در آرژانتین. اینها به حمدالله و المنه این سیستم برافتاده. باری این مرد آمد و با معدود مردان جنگی نشون بدین که بله، با این سیگار 8 اینچی کوبایی که بهترین سیگار دنیا هست و هر یک دانه اون در آمریکا قریب 150 دلار قیمت دارد، کیوبان سیگار، عرض کنم این عکس های مشهور هست. همواره کاسترو با سیگار کوبایی برای تبلیغ جنس کوبایی حتما این کار میکرد. اما خب سیگارم میکشید، صبح تا شب سیگار برگ میکشید. آمد و چند تنی هم به او کمک کردن، یکی یکی سنگرها رو گرفت و این نیروهای استبدادی دولت رو عقب نشاند و مملکت رو گرفت. یکی از دوستان بسیار نزدیکش که دیگه سمبول جنگ های چریکی است و در دنیا بسیار محبوب شد و هست و دهه 60 هر جا شما می رفتید که دهه انقلابات هست و اینا، عکس او رو می بینید. ارنستو چگوارا، عکسی از مگه چگوارا پیدا بکنید بعد نشون بدید. آمدند و عرض کنم که اونجا رو گرفتند و بله این عکس کوه، بله این عکس زیباست، بله دست چپ ارنستو چگوارا. هر دو این دو مرد تحصیل کرده بودند، انقلابی، بله اونم کوبا، اونم آقای کاستروس در جوانی مردی بود قولاسا واقعا. این آقای کاسترو رو دست کم نگیرید، آدم تاریخی بود. آمد و سیستم کمونیستی در شکم آمریکا، 90 مایلی آمریکا، شما بیاید یک سیستم کمونیستی برقرار کنید، مگه تحمل میکنه آمریکایی؟ دنیای سرمایه داری تحمل کمونیسم رو نداره، اسمش هم نمیخواد بشنوه. این است که عرض شود که برخورد کرد این جریانات در اوجش روزگار کندی بود، جان اف کندی. اینا آمد و ماجرای خلیج خوک‌ها رو به وجود آورد. داستان بی آف پیکس خیلی در تاریخ آمریکا مشهور است.
تعداد زیادی کوبایی رو تعلیم دادن و هواپیماهای آمریکایی رو در اختیارشون گذاشتن. اینا حمله کردن برای اینکه سیستم کاسترو رو سرنگون کنن، اما شکست خوردن و همه اینها دستگیر شدن. ما یه آبروریزی بود برای ادمنستریشن آقای جان کندی، و مشهور است که چند صد بار آمریکایی‌ها کوشیدن که این کاسترو رو بکشن و از میون ببرن و حکومت سرنگون کنن. قریب 50 و نمیدونم چند سال اینها نقشه میکشیدن که این کاسترو از بین ببرن یه دولتش رو، و حریف نشدن. من نمیدونم چرا به محضی که آمریکایی تکون میخوره، رهبران ما در خاورمیانه، آقا در خاورمیانه الفرار، این چه خاصیتی داشت این آمریکایی که یه کاستروی که یه جزیره، بابا یه جزیره کوچکه به اندازه کرج مثلا طول عرضش، نگاه کنید به جزیره کوبا، تازه یه بخشی هم باز مال آمریکایی هاست، اون گوانتانامو بی که اصطلاحا گتما میگن، یعنی اونجا نتونستن. نمیدونم چرا یه گروهان پیدا میشد لیدرهای ما الفرار، ای بابا بگید طویله کن بابا، این جنرال فلان فلان شده آمریکایی آمده اونجا بندازش تو طویله. مگه خمینی 40 تا کرد طویله چی شد؟ آخه شده که یک گروهبانی بیاد از یک مملکتی بیاد بر رهبری مملکت دیگر بندازه بیرون؟ آقا ارتش آمریکا، تمام سیستم های اطلاعاتی آمریکا زوم کرده بودن که این کوبا بود. یه وقت گرفرند این آقا رو آوردن اینجا، دوست دخترشون آوردن و سیایه باش تماس گرفت و فلان و بردن و تعلیمات کافی و وافی دادن، انواع سمها و انواع آلات عجیب غریب جاسوسی و اینا که تو در فرصت مغتنم که به دست میاری این کارو بکن میمیره. گفت باشه. نمیدونم چه مدت تحت تعلیم بود، خودش تعریف میکرد، گفت که من رفتم هتل بعد از مدت تا که اینجا بودم، گفت زنگ زدم به فیدل، گفتم فیدل، گفت آه رسیدم به خیر، کجا هستی؟ گفتم اینجا من در فلان هتلم، گفت من الان میام اونجا. گفت وارد شد با همین لباس نظامی، کلتش هم بسته بود، اینجوری افتاد رو تخت، دستش هم گذاشت اینجا، گفت که تو رو فرستم منو بکشی. گفت انقدر عظمت داشت این مرد که من نتوانستم بگم نه یا من کنم، گفتم بله. گفت نوبادی کن کیل می، گفت هیچ که نمیتونه منو بکشه. گفتم راست میگی. بعد با همه چیز راست شبش گفتم، گفتم باره ما رو بردن این تعلیمات رو دادن، اینم دم و دستگاه و اینم تشکیلات و اینم سرنج و سوزن و خودنویس و هر چی بود. لشکر کشیدن و در تمام این دهه ها کوبا رو زیر فشار اقتصادی فوق‌العاده گذاشتن که هیچی وارد این مملکت نشه و نتواند این کشور با قاره آمریکا مراودات اقتصادی چیزی داشته باشه، ابدا مطلقا و ابدا. هیچ کدام از این رؤسای جمهور حاضر نشدن و این مرد با دست خالی فقط با همین فروش توتون و شکر و این چیزها توانست بی سوادی رو از 94.5% به صفر برسانه. صفر صفر در آمریکا هنوز 1% بی سواد هست، در کوبا هیچی بی سواد نیست. و پزشکی رو گسترش بده، تعلیم و تربیت رو گسترش بده، بهداشت رو گسترش بده. و یک زمانی چه ورزشکارایی مثل تئوفیل استیونسون که این بابا 3 المپیک قهرمان دسته سنگین وزن مشزنی بود، خاویر هنوز پرش ارتفاع رکوردش از خاویر کوبایی است، 8 فیت و نمیدونم چند اینچ پرش ارتفاع، چه مشزنایی و اینها، چه سربازانی تربیت کرده بوده اینا. و مرد روشنفکر بود. نویسندگان بزرگ این قاره از ارنست همینگوی دوستان این کاسترو بودن، با هم شکار میرفتن. آقای گارسیا مارکز سالی چند ماه در کوبا با این آقای کاسترو کتابخانی میکردن با هم. مرد اینتلکتی بود در واقع، یه اینتلکچوال مبرز بود، اینا رو ازش نمیتوانیم بگیریم، ولی یک صفت داشت که همه اینا رو خراب کرد، دیکتاتور
دیکتاتور بود. میگفت رولوسیون رولوسیون، نون رولوسیون بخورید صبح، ناهار رولوسیون، شب هم رولوسیون. چون سه تا مشکل بیشتر نداشت، عرض کردم یه بار، صبحانه و ناهار و شام چیزی نداشت. همچون یه دنده و خیره سر رولوسیون رولوسیون کرد تا شد 90 سالش. یه دو سال پیش دیگه دید که آقا دیگه پیر شده، دیگه گفت چون پیر شدی فیدل از معرکه بیرون شد، آقا دیگه رفت کنار رو داد به برادرش راول، و راول هم در سیاست خارجی کوبا ملایمت ایجاد کرد و با آمریکایی ها تماس گرفت و اینها. سرانجام آقای اوباما اولین رئیس جمهور بود در این چند دهه که به کوبا سفر کرد، البته استقبالی از اون نشد و آبروریزی بود، ولی به هر صورت در مناسبات و مراودات رو باز کرد با کوبا، و کاسترو هم جهان فانی رو وداع کرد و رفت پیش کارل مارکس، اونجا نشستن الان تخت نرد میزنن با زیشلواری مقابل بخاری های جهنم. بله، آقای کاسترو مرد تاریخی بود، و اون دوستش که عرض کنم که چه گوارا که محبوب و معبود همه انقلابی های جهان بود، این گفت که عزیز من شما اینجا، شما اگه کیوبن ایر این هواپیمای کوبا رو ببینید، بغل دوم هواپیما یه تصویر بزرگی از چگوارا هست، یاد اون مرد بزرگ. و بهش گفت اینجا باش، وزیر باش، نمچی باش. گفت نه، جاهای دیگه هستن که به کمک من احتیاج دارن. رفت وارد فقیرترین کشور آمریکای جنوبی شد و اونجا دو تا مأمور سیایه اونجا توی یک جنگل، طوری که ما خونیم اون روزا خبرش رو، چگوارای بزرگ رو به دست آوردن و اونجا تیرباران کردن، کشتن او رو، ولی نامش به تاریخ باقی ماند. بله، این دیکتاتور از شبت که کارش به جایی نمیرسه، هر کس که باشه از این کار انجام میده. دیکتاتور میتونه خیلی آبادانی بکنه و جاده کشی بکنه و تونل بکنه و اینا، ولی به درد خودش میخوره. بارها عرض کردم مثل این است که یک بانوی زیبایی رو خفه بکنی در یه تابوتی و بعد بفرستی بیارن بهترین لباس ها رو تنش کنی و آرایشش کنی و نمیدونم بگه در انگشتر آلات و تمام این آلات زرین و سیمین و احجار کریمه آویزان کنی به مرده. جامعه روح نداره، دیکتاتور روح جامعه رو خراب میکنه، دیکتاتور ذهن جامعه رو خراب میکنه، سازندگیاش به درد عمش میخوره. همین کارهایی که کاسترو با زور کرده در یه سیستم دموکراتیک درست میشد 5 ساله انجام بده، چون دیگه جنگی هم با کسی نداشت، میتوانست در زمانی که روس‌ها با این دوستی داشتن، روسا که پول نداشتن به کسی بدن، پول روسیه که هیچ موقع رایج نبوده جایی، چیکار میکردن؟ گوساله میدادن به این، شکر ازش میگرفتن. گوساله رو بخواد چیکار بکنه؟ خب سر میبره همبرگر میکنه میخوره دیگه، کار دیگه نمیتونه بکنه که. و مثل که روزی یکی 2 میلیون دلار هم رقمش دستم نیست، یه پولکی میدادن روسا به اینا، اونم روبل. تا اینکه یک روز هواپیماهای ضد جاسوسی آمریکا چند تا عکس آوردن، متخصصا دوربینا رو انداختن، ذره بین ها رو دیدن، به موشک هاست با کلاهک های اتمی زمان کندی. در واقع بحران اتمی اون روز بود که جان کندی مواجه شد با موشک های اتمی روسیه در کوبا 90 مایلی خاک آمریکا. گفت چه بکنیم چه نکنیم. اول آمد یک سخنرانی کرد که به آمریکایی ها رو مطلع کرد، گفت هموطنان بدانید آگاه باشید که این جزیره کوبا محل برقراری موشک های اتمی روسیه است، و هر حمله ای از جزیره کوبا به هر جای
نیمکره غربی به عنوان حمله به خاک United States of America تلقی خواهد شد و عمل متقابل از ما خواهد بود. و محاصره کرد کوبا رو. محاصره کردن، عرض کنم که یک کابینه ای داشت، کابینه بسیار نیرومندی داشت کندی. جانسون معاونش بود، رابرت مکنامارا بود. عرض میکنم که وزیر دفاع، بعد عکس‌ها رو نشون بدین. این عکس موشک هاست، ببینید نشون دادن. بله. تصویر موشک هاست که از جزیره کوبا به طرف سیاتل، تا حتی سیاتل برد داشته. ببینید به نیویورک، واشنگتن، شیکاگو، اتلانتا، جورجیا و دنور، اینها بله، اینا رو هواپیماهای یوتو گرفتن، این عکس ها رو. بله. و بعد کندی گفت با خروشه باید صحبت کنیم. مشهور است که التیماتومی داد کندی به خروشف. خروشف هم مرد صلح بود، مرد جنگ نبود. میفهمید که نیروی اتمی آمریکا 8 برابر شوروی اون روزگار بود. میدید که اگر یه درگیری اتمی بشه کل روسیه از صفحه زمین پاک میشه. آمریکا هم صدمات فوق‌العاده میدید البته، اما نیروی اتمی آمریکا 8 برابر بود. به هر صورت این است که عقب نشینی کرد مشروط، که این شرط رو به خاطری که آقای کندی این کارش خیلی با عظمت جلب کنه و بگویند که روسا در مقابل التیماتوم کندی عقب نشستن، نگفتن در اون روزگار، فاش نکردن. از روسا هم غور گرفتن که اونا هم چیزی نگوید. اما خروشف گفت ما این موشک ها رو بر میداریم و میبریم به شرطی که شما هم موشکاتون رو، تهاجمیتون رو از ترکیه جمع کنید. و کندی قول داد که این کار رو انجام میده، ولی گفت الان من آبرو حیثیتم میره. ما نشون بدید کندی رو با خروشف بود مثل که بله بله، چه رئیس جمهوری بود جان کندی، چه روشن فکری بود جان کندی. بله، دست راست جان کندی، جوانترین رئیس جمهور آمریکا، اونم نیکیتا خروشف. بله، صدر اعظم و رئیس کل حزب کمونیستی شوروی و بعد از استالین این آقا آمد و همه آثار استالینیستی رو پاک کرد، مجسمه های استالین رو سرنگون کرد به دست خودش، بعضی ها رو سیمبولیکلی. بله، خروشف عقب نشینی کرد و کندی قول داد مدتی بعد از این جریان، شاید حدود 6 ماه قرارشون بود، بعد از 6 ماه گفت ما موشک ها رو از ترکیه میکشیم بیرون و این کار رو کردن. البته ترک ها براشفتن و خیلی ناراحت بودن و اینها، البته باز بردن. امروز جنوب ترکیه حدود 60 تا 90 مایلی خاک سوریه، اونجا پر موشک‌های اتمی میان برد آمریکاست علیه روسا، یعنی برگردوندن. اما این خودش یک داستانی بود دیگه، که وقتی کشتی‌ها بوق زدن همه دنیا منتظر یک خبر هولناک جنگ بودن، اما دستور آمد از سوی خروشچف به کشتی‌هایی که حامل موشک‌های بیشتر بودن، اینا بوغ زدن و همه خبر کردن و برگردوندن و بعد آمدن موشک ها رو تیکه پاره کردن و برداشتن و بردن. این در واقع اگر دنیا بگوییم به جنگ اتمی نزدیک شد، نزدیکترینش همین دوران ریاست جان اف کندی بود و آقای خروشچف که به حمدالله و المنه با صلح و صفا به انجام رسید. و بعد هم یکی پس از دیگری طرح‌ها برای براندازی کوبا، یعنی فیدل کاسترو، که نشد و نتوانستن و هر چه بود میتوانستن و در توبره عرض میکنن که کارهای تاپ سیکرت داشتن به کار بردن و حریف فیدل کاسترو نشدن. و کاسترو به عنوان یک مرد بزرگ وارد تاریخ شد، اما یه دیکتاتور زورگوست و کارش هم به فساد میرسه و کارهایی هم که انجام میده مورد طعن و لعن
مردمان واقع میشه، چون نخستین چیزی که انسان ضرورت انسان بودنش هست آزادی است، نه مجسمه و تونل و نمیدونم قطار و مطار و این حرفا. مردم قد شعور دارند که هر شبت که دارای مجلسی باشن کارشون خودشون انجام بدن. کدوم دیکتاتوری مملکت رو ساخته؟ چهار سال اینجا آدم ها رو اصلا میکنن عوض کنن، حالا میشه 8 سال. هیچ کس نمیتونه مدعی بشه که آمریکا رو اون ساخته. نه، ساختن با تقسیم بندی های درست قدرت زیر سایه قانون. این ملت نیاز خودش رو در مواضع مختلف دریافته و اون چه به دردش میخورده کرده و این کشور توسعه داده. این هیچ کشوری نیست به این عظمت. نزدیک 10,000 کیلومتر مربع، 10,000,000 کیلومتر مربع، شما 1 دهه خراب در آمریکا نمی‌بینید. 1 دهه خراب، هر جا برید عناصر تمدن رو اونجا می‌بینید که بهداشت باشه، تعلیم و تربیت باشد و برق باشد و همه چیز در داستان‌های ضرورت مدنیت امروز اونجا هست. هیچ دیکتاتوری هم اینجا نبوده. بله، ما مردم ایران به سعادت و سلامت نمیرسیم برادر من، مگر اینکه این ذهنیت دیکتاتور پسند خود رو خالی کنیم آقا، از این بیماری. این یه بیماری است، یک نوع مرض هست، یک نوع مرض بیسوادی و نادانی است این علاقه به دیکتاتور. نگاه کنید به سطح ایران، نگاه کنید به وضعیت مردم. این برایند کار 2500 سال دیکتاتوری است. 60% گرسنه و فساد ناگفتنی و خرابی و بیچارگی مردم، همه دیپرس، همه فراری. برای چی؟ برای اینکه یک ذره آزادی در اون کشور نیست. یک آخوند بیمخ، یک مش آخوندهای سفیه آمدن اینجا چماق دست گرفتن، چاقوکش استخدام کردن، افتادن به جان ملت. و من میخوام خدمت شما عرض کنم که اگر ما اون ادعایی که میکنیم حقیقت داره، اگر ما فرزندان کوروش و داریوش هستیم، اگر ما واقعا صاحبان 2500 سال تاریخ مدنیت هستیم، کجا میقراره نشان بدهیم که ما لایق این مدنیت بودیم و ما بودیم؟ کی؟ چه کار باید با ما بکنن تا یه حرکتی بکنیم؟ چه کار با ما نکردن که در هیچ جای جهان با هیچ کس نتوانستن بکنن؟ کی قراره ما بجنبیم؟ قاضی القضات مملکت 1,000,000,000,000 تومان در 60 تا حساب داشته. این لاریجانی نکبت با اون عمامش و زندگیش و قیافه نحسش، این برادران لاریجانی دزدان بزرگن که اینا ارتباطشون با بیت رهبری بسیار تنگا تنگه. بردن گفتن عزیزان من قبلش هم بوده. خب قبلش هم بوده، غلط کرده که بوده. قبلش هم بوده یعنی چی؟ قبلش هم بوده. دزدی این آقا رو عرض بکنم که توجیه میکنه. و سیستم استبداد دینی عزیزان، برکندنش به آسانی دیکتاتور عرفی نیست. آقا دیکتاتور عرفی آدمی مثل بقیه مردم، نه عمامه به سرشه، نه تسبیح به دستشه، نه قرآن به گردنش آویزونه. یه آدمی است وقتی میگن نمیخوام ول میکنه میره. اینها رها بکنه این تخت قدرت که نیستن، که آخوندن اینها. 1,300 سال اینها گدایی کردن در این مساجد. منتظری میگوید که ما ماه محرم که میشد و اینها این طلبه ها رو میفرستادیم دهات، اینها پول جمع کنن. می اومدن نفری 30 تومن 40 تومن، بعد از یک ماه انالحق زدن اونجا
و روزه خوندن و اینها مردم خیرات و مبرات میکردن، اینا 5000 یه تومن اینا میدادن میوردند و هر کسی میداد به رئیس چیز خودش، معلم خودش. گفت این آسر روح الله هم یکی از این وچه آخونده که شاگرداشو فرستاده بود، این 40 تومن جمع کرده بود، دو قرون جمع کرده بود، دو ریال بعد برده بود همه شا داده بود به خمینی. این ورداشته بود همه شا گذاشته بود زیر دوشکش، طمع قریبی به پول داشت خمینی. وقتی شروع کرد بزرگان ایران رو کشتن، صاحبان صنایع رو به قتل رسوندن بیگناه، پولاشونو میگرفت. بعد 4 آیت الله را من معلوم میکنم، پولهای مرا مدیریت کنن، یعنی در مردنم به فکر پولا بوده آخوند. گفت این پسر اومد پیش من گریه میکرد، میگفت 5 تومن به من نداد. گفت من دیگه اینا نتونستم تحمل کنم. بخونید تو کتاب خاطره. رفتم گفتم ناصر روح الله چی میخواه از جون مردم؟ تو فکر کرده که این میخواست بیاد از ده اینجا 50 تومن گذاشتن تو جیبش، گفتن اینا بده به سر روح الله، این یک قرون گدایی کرده است، بهش بده 10 تومن. گفت به زور من 10 تومن از روح الله خمینی گرفتم دادم به اون بچه آخونده بیچاره بدبخت، یه دیزی بخوره. اینا رها میکنن ذخایر نفت و گاز و طلا و جز یک همبستگی ملی است. باید فراموش کنیم آقا دین رو بپیچیم در یک نمیدونم جعبه‌ای بذاریم در یخچال. الان ما دغدغه دین نباید داشته باشیم، هستی و شرافت ما در خطره، در خطر که چه اصلا پایمال شده. تو هم اگر آخوندی و عمامه سرت داری مفتخوری میکنی، باستی ببینی قضاوت تاریخ در باب تو چه خواهد بود. آخوند، آیا تو از فرزندان طباطبایی و سقط الاسلامی یا از فرزندان خمینی و عرض میکنم که اون آخون نوری؟ تکلیف خود باید روشن کنی. الان دغدغه ما دین نیست، نماز و روزه و حج نیست، دغدغه ما بایستی که یک اتفاق و اتحاد ملی سر تا سر کشور یک روز می شود اینا سرنگون کرد، نجات کشور هست. چون همه چیز به فنا داره میره، چیزهایی که من می شنوم از دوستانم باور نمی کنم، هر روزم اعدام. خب اجازه بدید که یک موسیقی بشنویم برگردیم. امروز من داستان ابو مسلم رو، صحنه قتلش رو برای شما می خونم، ببینید اینا با ما چه کردن دزدان مدینه. هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-0607. سپاسگزاریم. شما هم وطن ها دیدم تبلیغات میرن. خب اجازه بدید که برویم سراغ اجداد ناکام ما، کسانی که جان برکف برای اعاده حیثیت این مردم و
و این خاک پاک گوشیدن و جان خودشونو در سر این کار نهادن. ابو مسلم مروی خراسانی از قهرمانان بزرگ تاریخ مملکت ماست. داستانش رو خدمتتون به اختصار گفتم و اینکه چگونه هر سبت که صفاح به معنی بسیار خون ریز اولین خلیفه عباسی شد. اینا میگفتن ما از ظلم بنی امیه به عذاب آمدیم، عباسیان چندین هزار بار بدتر بودن، خونخوارتر بودن از بنی امیه، همین فرزندان عباس عموی پیغمبر. بله خب، بعد عبدالله ابن علی نامی بود که این پسر عموی دومین خلیفه بود، دومین خلیفه منصور، ابو جعفر منصور دوانیق یا دوانیقی میگفتند. از بس این مرد لعیم بود، این لقبش بود. اینها در اون سفری که ابو مسلم به مکه کرد، این آقای منصور شد امیرالحاج و ابو مسلم جلو حرکت میکرد، منتظر این نشد، رفت و زیارت کرد و اینها. خلاصه اینها در راه بودند که خلیفه مرد و این ابو جعفر منصور شد خلیفه. ابو مسلم هم در اون منطقه بود با 6000 نفر خراسانی مردان گزین با خودش برده بود و رایزنان بسیار پخته به همراه داشت و اینها، فرستادش به جنگ عبدالله ابن علی پسر عموش. میگوید چون هر دو سپاه به هم رسیدند و حرب را بساختند و بو مسلم حسن قحطبه بر میمنه کرد و خازم ابن خزیمه را بر میسره کرد و خود و حمید قحطبه اندر قلب بایستاد، هر دو سپاه روی به حرب نهادند و حرب همی کردند. چون شب اندر آمد هر دو لشکر از یکدیگر جدا شدند و فرود آمدند و دیگر روز برنشستند و صفها برکشیدند و با عبدالله ابن علی 30000 مرد بودند و چندین گاه حرب همی کردند. پس یک روز به آخر کار صفها کشیده بودند و حرب همی کردند. در متون خیلی قدیم پارسی همواره به جای جنگ حرب آمده، استثناء هم نداره، اصلا واژه جنگ رو به کار نبردن، حرب. حرب همی کردن و حسن قحطبه با 5000 مرد بر میمنه بود و بومسلم با 10000 مرد اندر قلب. پس بومسلم به سوی حسن کس فرستاد که بر میمنه تنی 500 دست باز دار و خود و دیگر لشکر بر میسره شو. پس حسن چنان کرد که ابو مسلم فرمود. چون شامیان بدیدند که میمنه ابو مسلم خالی شد، آهنگ میمنه او کردند. یک تاکتیک جنگی فوری پیاده کرد اینجا و میسره شامیان خالی شد. چون ابو مسلم دید که میسره شامیان خالی شد، میمنه یعنی دست راست لشکر، میسره یعنی دست چپ، قلبگاه هم اونجایی بود که فرمانده میستاد، فرمانده کل در قلب می ایستاد و این سه گروه این حرکت رو داشتن که دفاع بکنن یا حمله بکنن یا هر کار بکنن. موبیلیتی می داد به سپاه، میمنه، میسره و قلبگاه. خیلی خوب، بعد آهنگ میمنه او کردن و میسره شامیان خالی شد. چون بو مسلم دید که میسره شامیان خالی شد، خیشتن بر میسره شامیان زد و از ایشان خرقی بیشمار بکشت و از سوی دیگر حسن قحطبه حمله برد و کشتن کردن. و چون شامیان از دو سو شمشیر دیدن و خون ریختن و کشتن، روی به هزیمت نهادند و برفتند و ابو مسلم و یاران شمشیر فرمودند و ابو مسلم اون روز تا شب همی کشت و شمشیر به دست داشت و این بیت همی خوند. بله، بعد میگوید ابو مسلم شب را برگشت، از ایشان مانده از بس حرب که کرده بود و همه سپاه همچنان بودند و آن هزیمت شامیان روز چهارشنبه بود، 7 روز گذشته از جمادی الاخر.
پس به مسلم اون خواسته یعنی مال و اموال و لشکرگاه ایشان را غارت کرد و هر چه بود بر سپاه پخش کرد و نامه کرد به بو جعفر المنصور به خبر فتح و هزیمت عبدالله ابن علی. بو جعفر منصور شاد شد و دیگر روز مولای از آن خیش مرزوق نام پیش خواند و او را گفت برو پنهان و بررس از دبیران و مستوفیان تا بو مسلم از لشکرگاه عبدالله ابن علی چه یافته است از ستور و سلاح و درم، همه را نسخت کن و نزد من آور. مردک بی شرف، آدم فرستاده پنهانی، حالا ابو مسلم جانشو گذاشته و خون خراسانیان شکست داده دشمنی آقا رو، این گفته که یکی به ساده برو پنهانی ببین چی به دست آورده ابو مسلم از پول و غیره و سلاح و اینها، بیارو به من بگو. بله خب، و همه را نسخت کن، یعنی نسخه بنویس، لیست بنویس. پس این مرزوق برفت سوی بو مسلم و از او باز خواست و به سر آن نیز رسید از دبیران و مستوفیان و بو مسلم را از آن اندوه آمد که منصور او را بر اون کار استوار نداشت. گفت به خون اینها و به خون سربازان خودم به من اعتماد داره، اما فکر کرده من چیزی بلند کردم. درست همین داستان شد با بهرام چوبین. بهرام چوبین یکی از بزرگترین نظامیان و جنرال های تاریخ ایران بود. بهرام چوبین، عرض کنم این آسیای مرکزی ها و اینا حمله کردن لشکری بزرگ در روزگار قباد ساسانیان. اگر ما در مقطع حمله عرب یک جنرالی مثل بهرام چوبین داریم، این دزدان مدینه رو تا مدینه میدوانیدن. آقا ما یه جنرال خوب نداشتیم، هر چی گفتن از ضعف ساسانیان بذارید کنار، نظامی خوبی نداشتیم. میگه بو مسلم را اندوه آمد، ناراحت شد، بهش برخورد. بله بله، میگوی اندوه آمد که منصور او را بران استوار نداشت، یعنی بهش اعتماد نکرد و از پنهان از کسهای او بررسید و این نخستین فتحی بود که ابو جعفر را شده بود اندر روزگار خلافت. اون روز او را منصور لقب کردن، خاطر شمشیر ابو مسلم لقب منصور گرفت، یعنی پیروز فاتح. که این فتح شام برآمد و عبدالله ابن علی و برادرش عبدالصمد ابن علی به هزیمت بشدند و عبدالصمد به کوفه افتاد نزدیک عیسی ابن موسی و عبدالله به بصره شد. حالا این عبدالله به بصره شد، اونجا چه کرد؟ رفت در پناه پسر عموش که اونجا خلیفه بود، خلیفه که فرماندار بود اونجا. اون یک منشی داشت به نام عبدالله ابن مقفع، چه شیری بود عبدالله ابن مقفع، از بزرگترین شعوبیان بود و همواره کتاب‌های پارسیان رو ترجمه می‌کرد و به رخ اینها می‌کشید که شما اجدادتون هیچ کس نبود، یک شتوچران بیابانی بودید، بیایید به من برای شما کتاب‌های پارسیان ترجمه کنم ببینید اجداد ما کی بوده. و این منصور آدم نیرنگباز حیله‌گر بی‌شرافتی بود، قسم می‌خورد و بعد می‌کشت، قرآن به میان می‌گذاشت و بعد می‌کشت. یک شاهد عینی به من گفت من در فلان زندان کار میکردم، دیدم یکی از بچه های بود، حالا بچه های مجاهد بود یا حالا هر یکی از مخالفین بود، بعد 19 سال این آخوند با عمامه و عباش، این ذاکر حسین، یک قرآن گذاشته بود اینجا، نعره میزد به این قرآن، به این قرآن سه بار گفت زد راستش به من بگو من تو رو مرخص میکنم، هر چه که باشه مهم نیست. بودم من بودم و حسن بود و تقلی بود و فلان بود، سه چهار تا چیز بود. بود خیلی خوب فهم درست شد دیگه، فردا صبح داد تیر بارونش کرد. هر کس به آخون اعتماد کرد بیچاره شد، به قول معروف خواهی با خاسر از این میدان بیرون آمد. از فتح علی شاه احمق بگیرید که فریب آخون خورد،
این روسا مرتب آدم میفرستادن آقا بیا صلح کنیم، سفرهای صلح روس مرتب در تردد بودن، این مرد که احمق میترسید از آخوندها. که اگر صلح کنید با روسا ما فرمان جهاد میدیم، اگه چهار تاش میگرفت دار میکشید، این غلطا رو نمیکردن آخوند عمام به سر بی شعور. هیچی، آخرش کار به جنگ کشید، ایران رو جدا کردن دیگه. 600 هزار کیلومتر مربع از بهترین ایالات ایران رو به حرف آخوند. شما گفت حمله بکنید، در روز بدر فرشتگان آمدن به کمک مسلمین، ما دعا میکنیم فرشتگان کمک میکنن. هیچی، سربازای ایرانی تا مراغه فرار کردن، تا آذرشهر در رفتن. اون لشکری نداشتیم که، یه مش رعیت بودن میمدن ویل میزدن و زمستون ها میرفتن جنگ میکردن با روسا. کدوم سپاه؟ سپاهی نداشتیم. آخرین لشکر ایران، ارتش ایران زمان آقا محمد خان بوده. بعد علیشان یه مش کشاورز اینا آذربایجانی بودن بیچاره، همشون کار زندگی داشتن، زن و بچه داشتن، تعدادشون هم کشته میشدن، یه اسب سوار میشدن راه میافتادن. میگن ما سپاهی داشتیم با این همه هزار شجاعت نشون میدادن همینا، منتها حریف روس که نمیشدن که، کشور روس. آخوند بعد گفتن آخوند پس چی شد؟ هیچ، حتما نیتتان خیر نبوده. آخوند فلان فلان شده که چیز نمیکنه که، در نمیمونه که، یه مزخرفی میگه. خب مثل که میخوام خلاصه اخبار پخش کنم. این پسر عموی آقا که فرار کرد رفت اونجا خدمت عموزاده دیگر، اونجا منشی داشت به نام عبدالله ابن مقفع، گفتن این منصور آدم مهیل عهد شکن فلان فلان شده یه، چون پیغام داد که ما حاضریم با شما صلح کنیم و قسم میخورم که به شما زیانی نرسانم اینا. گفتن این اعتمادی به این منصور نیست، حرفاش مثل حرفای خمینیه. خلاصه آمد و هیچ کس در تاریخ عرب زبان عربی رو به بلاغت و زیبایی ابن مقفع ننوشته. ابن مقفع به جهت اینکه پدرش رو شکنجه کرده بود، حجاج ابن یوسف ثقفی، یکی از این عرض کنم که مسلمانان خیلی خوب، فقط میگن 100,000 نفر رو سر بریده بود، مسلمان خوب یعنی، و این دستش لغوه گرفته بود، مقفع یعنی کسی که دستش لغوه داره، به سر اون بود باری. و بعد وقتی نامه رسید به دستش، اون نامه‌ای که ابن مقفع نوشته بود، دید هر کاری میکنه. آقا درود بر شما، البته ما قسمت نشد که، ببخشید، دید هر کاری که میکنه نمیتونه به هیچ وجه من الوجوه عهد شکنی بکنه در این نامه، اونقدر به لحاظ عرض میکنم اخلاقی و قانونی محکم کاری کرده بود که منصور عصبانی که گفت این رو کی نوشته؟ گفتن که این رو ابن مقفع نوشته که منشی است در اونجا، گفت این رو بکشینش. خلاصه اونم آمدن عبدالله ابن مقفع رو در جوانی تنور رو برافروختن و تکه تکه میبریدن از بدن او و در تنور میانداختن. ابو مسلم اینطور که خواهم خون و ابن مقفع رو اونطور کشتن، این دزدان بغداد، دزدان مدینه رئیس کل دزدا بودن. قانون دزدی و سرقت رو اونا گذاشتن. بعد میرسیم به دزدان شام که رئیسشون معاویه بوده، هر شبت که 100 سال دزدی و مال مردم خوری و غارت. بعد دزدان بغداد اومدن، همه هم از یه خانواده بودن، کل هم این خلفا از یه خانواده بودن. 600 سال ایران رو غارت میکردن. اه 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 ما گریه میکنیم سر قبراشون، هر کجا یه دوز عربی آمده اونجا میدیم گریه میکنیم، دنسین گریه میکنیم. و
فراموش کردیم آقا، ما گم شدیم در بیابان‌های تاریخ، ما گم شدیم دیگه، ما دیگه فرزندان کوروش و خشایارشا اینا نیستیم، مردم عرب زده مغول زده هستیم، معلوم نیست کی هستیم چون یک بنگریم. مگر تهمانده این فرهنگ ما رو نجات بده برای زنده کردن اون ارزش‌های نیک. خب میگوید و ابو جعفر از ابو مسلم به چند چیز آزرده بود، یکی از اون سبب بود که او را اندر مجلس صفاح به روزگار صفاح سلام نکرده بود. ابو مسلم این آدم حساب نمیکرد، این منصور رو زمانی که برادرش خلیفه بود، میگه یکی از علت چی بود که وقتی وارد شده بود به مجلس صفاح که خلیفه بود به این سلام نکرده بود. و به روزگار ابو جعفر صفاح را بسیار گفته بود ابو مسلم را بکش. به برادرم گفت این ابو مسلم بکش بابا، اینو تا نکشی ما درست نمیشین خلافت. و صفاح گفتی اگر من او را بکشم همه جهان ما را ملامت کنند. پس اندر آن روزگار که از حج باز آمد نتوانست کشتن او را، که به دو حاجتمند بود از بحر عبدالله ابن علی، تو را میخواست بکشد ولی کسی نداشت که بره به جنگ عبدالله ابن علی. ابو مسلم یک تاکتیشن بزرگ بوده در میدان جنگ، هرگز لبخند نداشت بر لبش مگر در میدان جنگ. ابو مسلم لبخند بزد. خب و یکی دیگه از صفاتش این است که تنها میخوابید. خیلی عرض میکنم که علاقمند مصاحبت خانم ها نبود، میگفتن سالی یک بار، گفتن ابو مسلم داستان تو چیز، گفت اگر دیوانگیست سالی یک بارم زیاده. همش در اندیشه کار سیاست بود و جنگ بود، چگونه مملکت رو نجات بده در دست دزدان، دزدانی که از سوی الله آمدن. آقا الله چه دزدیه؟ الله یه پنجمشو میخواد مال مردم به دزدی، یه پنجمشو الله، الله آقا الله میگه منم دزدم مثل خودتون، حمله کنید به منم بدی. وقتی الله دزده ببینین چه خبر دزدی. خدای دزد شنیدی؟ مثلی که اونا که نگفتن اشهد ان لا اله الا الله، اونا آدم نیستن، اونا مخلوق خدا نیستن. یک عمر با عرق جبین و کد یمین به قول معروف کار کردن، حالا این آقا چون گفته اشهد ان لا اله الا الله حق داره بیاره اموال اینو بدوزه، زن و بچه‌ش هم ببره تاراج کنه و ریپ کنه و اینا، کارهای الهیه اسلامی. خب بعد میگوید پس چون او را بفرستاد و عبدالله ابن علی را به هزیمت کرد، این منصور مولای خیش را مرزوق بفرستاد. مولا یعنی نوکر خودش، مولا دو معنی داره، یکی سرور یکی نوکر قلا. و مرزوق نزدیک ابو مسلم شد و اون غنیمت ها از او باز خواست و ابو مسلم از اون را از اون اندوه آمد و نگذاشت که اون مرزوق را باز نمودندی. و این مزروق را کنیت ابوالخسیب بود. ابو مسلم او را سر گفت و دشنام داد و مرو را گفت بو جعفر را بگوی که اگر چنان است که به خونهای ایشان استوار بودم، به خواسته ها هم استوارم. این ابوالخسیب فرستاد گفت برو فلان فلان شده، برو به ارباب پدر سوختت بگو که اگر من به خون اینا معتمد بودم، به اموالشون هم معتمد هستم حتما. تو این نوکرت فرستادی از من بازخواست کنه، منی که شما رو به تخت نشوندم، زندگیتون از منه، حالا از من بازخواست میکنید که اموال چی شده؟ و هر مرد غیرتمندی بود برمی آشفت. این اون زمان این همه اینها رو به دل گرفته، اینا پرونده سازی کرده برای ابو مسلم. خب به خونهای ایشان استوار بودم، به خواسته ها هم استوارم. پس بلخسی باز آمد به منصور گله کرد و گفت مرا دشنام داد و مرا بخواست کشتن. و ابو جعفر از اون کار و اندیشه همی بود و اندر کار ابو مسلم
تدبیر همی کرد و با خیشتن اندیشه کرد که بدین زودی بومسلم را نتوانم کشتن که مردمان ملامت کنند و تدبیر آن است که او را یله نکنم تا به خراسان رود که باشد که مرا آنگاه اینا به هم چسبیده که مرا آنگاه از او درد سر آید. پس بوجعفر عهد ولایت شام به بومسلم فرستاد به دست مولای خیش یقتین و او را پیغام داد که خراسان از ما دور است و تو هر گاهی ما را به کاری و ولایت شام بهتر از خراسان و بیشتر و تو اونجا به شام بنشین تا به ما نزدیکتر باشی و خلیفتی از قبل خیش به مصر فرست تا هرگه که ما تو را خوانیم زود بیای. من مطلب رو متوجه شدیم. گوه اگه من پاش بگیرم بکشم مردم به ما آقا زندگیشون از ابو مسلم بود، حالا گرفته کشته، گفت نمیخواد شما بری خراسان، من فرمان حکومت شام برای شما فرستادم، خودت یه فرمانداری هم برای مصر معلوم کن که میخوام دم دست من باشی که هر موقع من به شما کار دارم بتونی بیای به ما کمک کنی، نزدیکتر باشی. خب بو مسلم را از اون کار خشم آمد و یقتین را گفت برو و بو جعفر را بگو که شام و مصر تو را باد، مرا خراسان بس است که مرا اونجا شغل هاست، و خود برخاست و راه خراسان گرفت. و بو مسلم اون روز به هران بود بر لب رود زاب و اونجا حرف کرده بود و عبدالله ابن علی چون این نامه و عهد را باز منصور فرستاد از لب رود زاب برفت و راه هلوان گرفت که از اونجا به خراسان رود بر مخالفت منصور، و منصور نامه کرد اکنون عهد نخواهی بیای تا بنگرم که چه خواهی، تا هر چه تو خواهی تو را دهم. بو مسلم جواب باز فرستاد که تو را امروز به من کاری نیست و به کتاب عجمندر چنین روایت کنند که وزیران را از ملوک اونگاه ترس کارتر باید بودن که جهان به آرام بود و ملوک را هیچ دشمن نمانده بود، و تا ملک را دشمن بود یا ملک را دشمن بود و پادشاهی شوریده بود ملک را به وزیر حاجت باشد، مرو را نیکو دارد و چون آرام گرفت زود او را هلاک کند. درست میگه این حقیقته. میگوید که این پادشاهان وقتی درمانده هستن نیازمنده یک وزیر با تدبیرن، نگهداریش میکنن اون وزیر رو، میرن در خونش در میزنن آقا بیا من نجات بده، مثل هزار بار که اتفاق افتاده در قرن اخیر، داستان فروغی رو میدونید. و دیگر وزیران به محض این که کارشون شد قدرتشون قوام میافت میکشتن، مثل ابو مسلم، مثل خاندان برمکی، مثل عبدالله ابن مقفع، مثل بزرگان برامکه، مثل حسنک وزیر، مثل خواجه رشید الدین فضل الله، مثل خواجه شمس الدین جبینی. اینا رجال بزرگ روزگاران مختلف بودند در مقاطع مختلف که وزارت بیگانه کردند و کمک کردند. به محضی که نیازشون برطرف شد این وزرای بزرگ رو به قتل رسوندن. اینجا طبری نظر داده و وارد متن شده. خب بله چون آن بله و اکنون میگوید و اکنون من بر وفا و بیعت تو هم ولیکن همی ترسم، پیش تو نیارم آمدن و از دور همی باشم و طاعت تو همی دارم و هرگاه که تو را به من حاجت آید و اگر دشمنی پدید آید و مرا فرمایی به فرمان تو اونجا روم و اون کار را کفایت کنم، پس اگر تو را چنین آرزوست که مرا بکشی من خیشتن را هلاک نخواهم کردن تا تو آرزوی خیش بیابی. با فرمایشی داری من میرم خراسان، شام و مصر مال خوده.
اونجا هستم، اگر فرمایشی بود یه زنگی ما بزن، تکست کن. پس بوجعفر جواب نامه او باز نبشت و مرو را به کنیت بخند و گفت یا با عبدالله، تو را قیاس بر چنان وزیران است و این سخن برای وزیران گفتن. حرفا رو ابو مسلم گفته بود و آن وزیران باشند که خداوند را خیانت کنند و نصیحت نگذارند اندر کارها و چنان خواهند که جهان شوریده بود تا دل ملک بدون مشغول بود و بدون نپردازد که به کار خیشان در نگرد، که خیانت خواهانان بداند و ایشان را بدون عقوبت کند، و چون وزیر شایسته بود و ناصح بود و درست بود، اون خواهد که دایم مملکت آرمیده بود تا دل ملک فارغ بود و نصیحت های او را بداند و مرو را پاداش دهد. و تو امروز از ناصحان مایی و امروز روز آن است که حق های تو را بباید گزاردن. برخیز و بیا و این وسوسه از دل برون کن، که این وسوسه تو را دیو همی کند تا دل تو اندر این سبب تباه می کند. بو مسلم این نامه را جواب نداد و راه خراسان گرفت و خبر به منصور آوردند که او به خراسان رفت. منصور گفت خدای را پیش از اون که او به خراسان رود فرمان است که او هلاک گردد ان شاء الله. آره تو را بکشم ان شاء الله. این ان شاء الله عمر وقتی روبرو شد با علی، عمر ابن عبد بعد آدم بزرگی بود، این عمر کرامت میفهمید و شجاعت و وفاداری سرش میشد، نمیدونست که این داعشی ها هیچ کنم از جیز عالیشون نی. آمد گفت پسر من با پدر تو دوست بودم، تو پسر ابو طالبی، من با پدر تو دوست بودم، من با تو جنگ نمی کنم، برو بگو یادم حسابی برسن. حضرت علی فرمودن ولی من تو را می کشم انشاءالله. کشتنش چی بود؟ حواس حریف رو پرت می کرد می زد به قوزکش. چهار بار با چهار مرد دلیل روبرو شده زده به قوزکش. شوالیگریش هم این بوده، شجاعت و شوالیگری و فتووت، لا فتا الا علی، این فتووتش بود. هیچ شوالیه به پای کسی نزده تا تو تاریخ. قدش کوتاه بود، ماشاءالله بازوه اون چنانی، یه شمشیر درست حسابی هم از جنگ بدر غارت کرده بودن، دست ایشون بود. چهار بار با چهار تا مرد دلی روبرو شد، مردانه جنگ نکرد، زد به قوزک پای چپش. همه اینا تو کتاب های مغازی تاریخ طبری هست، لا فتا الا علی. من تو را میکشم انشاءالله. آدم کشی جز لاینفک، این دین عزیز بوده. این داعشی ها مثل درختی که خوش میشه از بغلش چیزی سبز میشه، اینا عین همونان. وقتی که شرم نماشه دیگه، شرم در کار آدم ایدئولوگ نیست. آدم ایدئولوگ حیا نداره، شرم که بره همه چیز رفته دیگه. نگاه میکنی توی چشمای پیرزن سیلی میزنی، برادر توی عقش رو میگیری سرش رو میبری، برای الله دیگه. فردوسی فرمود از این مار خار اهرمن چهرگان، یعنی دزدان مدینه، ز دانایی و شرم بی بهرگان. خدا نکنه که شرم از میان برخیزه. وقت ما داره تموم میشه هموطنان، این داستان ابو مسلم هر موقع ما خوندیم دچار اندوه شدیم. بعد براتون میخونم دوشنبه آینده دنباله داستان که چگونه
سرانجام ابو مسلم رو فریفتند و او با معدودی از سپاهیان آمد به خدمت منصور و با چه نیرنگی این مرد دلاور ستور رو کشتن. خب وقت ما در اینجا به پایان رسید هموطنان، با سپاس از شما نازنینان بینندگان. میدونید ما بیننده بسیار داریم در اطراف گیتی، در افغانستان، تاجیکستان و هر جا که ایرانیان هستن. درود میفرستم به شما، مفتخرم که در خدمتتون بودم. از سپهر گرامی سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آذر.